حمید آصفی فعال سیاسی از تهران در این گفتگو همراه من هست. خوش آمدید آقای آصفی. گزارش ها از اصفهان نشون میده، به نظر میاد که ماموران امنیتی حکومت نظامی به نوعی غیر رسمی دارن برقرار میکنن در محلی که بیشتر تجمع ها اتفاق افتاده، پیرامون زاینده رود. فکر میکنید چرا جمهوری اسلامی از حضور خیابانی معترضان داره جلوگیری میکنه؟ رسما اعلام کرده هر تجمعی غیرقانونیه. خب قسمتی که خود پلیس اونجا اعلام کرده منع تردد حکومت نظامی دیگه، حکومت نظامی که دیگه تعریفی نداره. این که اینقدر اینها وحشت دارن از تجمع و اعتراض مردم به دلیل اینکه سررسید مطالبات مردم گذشته، مطالبات اقتصادی، معیشتی و اجتماعیشون گذشته و هیچ راهی رو جمهوری اسلامی به لحاظ اون سیستم بروکراسی خودش برای حل فصل و پاسخگویی به این مطالبات هم وجود راه رو بسته و کاری نمیتواند بکند و نمیخواهد بکند. لذا عنصر خیابان و سیاست‌های خیابانی و اعتراضی مدنی که در این چند سال و الان دیگه در اوجش ما داریم میریم و قبلا هم من اینجا عرض کرده بودم که توالی این اعتراضات و پیوستگیشون روز به روز بیشتر میشه و راهی هم و شیوهی هم جمهوری اسلامی بلد نیست و نه میتواند نه میخواهد. نمیتواند به دلیل اینکه وارد بحران بنیادین شده، در بر نظامی که وارد بحران بنیادی بشه دست به هر قسمت بزنه بحرانی دیگه و اعتراضی دیگه ای رو میآفرینه. بنابراین خیلی وقتها خب نمیخواهد به دلیل اینکه میتواند اگر دست بزند وضعیت رو به مراتب بدتر میکنه و جامعه راهی به جز اعتراض براش باقی نمونه. خب آقای آصفی، داریم راجع به حکومتی صحبت میکنیم که خودش از همین خیابانها استفاده کرد برای رسیدن به قدرت، از معلمها در واقع حضور اونها و حمایت اونها بهره‌مند شد. دیروز شاهد بودیم که ده ها هزار معلم در نزدیک به 70 شهر کشور برای پیگیری مطالباتی که در واقع اون چی که دارن عنوان میکنن چیز عجیبی نیست به خیابان آمدن. این همه مدت هم طول کشته، هنوز به نتیجه نرسیده. با توجه به مجبور شرایطی که دارید میبینید، به خصوص وضعیت اقتصادی، فکر میکنید منتظر باشیم این اعتراضها گسترده تر بشه؟ من اعتقاد به این دارم که جامعه ایران یک جامعه جنبشی از پنجره جمعیتی خودش عبور نکرده، مطالباتش کاملا سرکوب شده و یک زمان جمهوری اسلامی در ماجراجوییش در سیاست خارجی خبرساز بیشتر برای داخل بود که البته هنوز هم کماکان هست. الان خبرسازی در ایران بیشتر از طریق همین جنبش های اجتماعیه و این جنبش ها سر آسودگی نخواهند گذاشت، نخواهند داشت تا به مطالباتشون برسه. هیچ جنبشی اینجا دیگه جنبش روشن فکران و برخی مثلا طیفی از آزادی خواهند که دموکراسی میخوان یا تغییر قانون اساسی میخوان نیست، بلکه این معیشت، این زندگی مردمه و این زندگی مردم وقتی راهی براش پیدا نمیشه، وقتی همه مسیرهای طرق قانونی رو میرن نتیجه نمیگیرن، راهی به جز خیابان باقی براشون نمیماند و این وضعیت جنبش در خیابان، سرفصل امر سیاسی در ایران پیش روه. بسیار ممنونم از توضیحات شما آقای آصفی. حمید آصفی فعال سیاسی از تهران.